بعد گفتم من رانندهاشو میدم. هر راننده رو اومدم به مراجعه گفتم 500 تومن بهشون بده، اما بهشون بگو اتوبوسی که آوردن مجرور خالی کردن پیاد اتوبوسا توی پارکینگ، از پارکینگ بیرون نرن. آقا اینا اومدن و همینطورم شد و خب داستانم داره برفشش خیلی تلفات داد. مجرور خیلی آوردن. بعد اتوبوس همه اومد تو پارکینگ پارک کردن. بعد من حدود 20 تا از این بقول یکی از این بچه 72 تن داشتم از این عربای درجه 1، گفتم هر کس اومد اینجا بره ماشین بگو بهت نمیدیم، باز محمدی نامه بیارید. درصد رو ندم، خودشون کشتن، اتوبوسشو ندم. مثلا شرکت زمزم گفتم آقا مثلا 1000 تا 2000 تا چی نوشابه بده بهت بدم. بازرگانی گفتم اینقدر کولر رو، اینقدر یخچال، اینقدر پنکه بده بدم، نمیداد. باجگیری کردم حسابی و گفتم اینا همه اتوبوس رو آتیش بزنن من اعدام کنید. دیدن نه بابا من کارگرش مثلا فولاد، همه اینها کارگرش نمیتونن سر کار بود، ماشین نداشتن، سرویس نداشتن، دو سه روز کارشون خوابید. بعد به تهران گفتن، تهران گفت کله خرابه این، خلاصه همینجوری هست، کارش نمیشه کرد، بکنید به شهر درست نشه، استان منطقه جنگی. خلاصه ازشون گرفتم همه‌رم در بست فرستادن مناطق، چون بنده خداها بابا زنده شد نمیدونید جنگ زده چه وضعی می‌کردن. میگه خلاصه ما دو سه نفری رفتیم تهران، رفتیم پیش آقای ناطق و یه گزارش 200 صفحه مرا 200 صفحه تایید کردم به آقای ناطق. آقای ناطق معاونتی که من زیر نظرش بودم خواست، اسمشو نمیارم اینجا چون اون زمان یک فرشته بود الان یک دیو هست، ولی چون عروس داره و داماد داره و نوه داره نمیخوام ماهوش بشونا بره، ولی حرفی اونجا داد دفاع از من حرف قشنگی زد. بیر آقای گفت که فلانی رو میگفت، گفت من چند سال میشناسمش. آقا این ریشو با تیغ میزنه؟ گفت بله میدونم. گفت آقا این عکسای امام رو کوتاه نمیدونم اصلا ذات چم. گفت یه سوال دارم از شما، آیا ساعت 7 نیم میاد سر کار؟ گفت نه 5 و 6 سر کار صبح. گفت از ساعت 2 نیم 3 میره خونه؟ گفت نه وقت 7 8 رو 7 8 رو کار میکنه. گفتم اون آدم من چند سال میشناسمش، برای من با من کار کرده یک چیزی رو قبول نمیکنه، اگر قبول کرد تموم شده فرض کنید، تموم. اگر انجام شد مطمئن باشید محمد تو مسیر مرده، وگرنه کار انجام میشه. گفت شما یک برید مدیر پیدا کنید به جای میان بذارید 30% اون کار کنم عوضش میکنم، مشکل نه. اون هم دل خوشم نداره کار کنه، اما چون داره خدمت مردم میکنه لذت میبره از کار کردن، برای مردم لذت میبره. گفت چی ما دست با دست دوباره برگشتیم اومدیم خوزستان. یکی از کارهایی که من میکردم که نمیکردم از پشت میز هیچ وقت نمیشستم، همیشه کنار میشستم. گفتم میز بین بزرگی من بلدم نبودم، مثلا اندیکس چیه، دفتر چیه، هیچی نمیدونستم. یک مستخدم عرب داشتیم اونجا، او به من یاد میداد آقا اینجا بنویسید اینجوری. من بلدم نمیدونستم، من کار اداری نکرده بودم که، صادقانه بهتون میگم بلد نبودم اینا رو. بعد میگفتم کسی باید پشت میز بشینه کار بلد باشه، من که بلد نیستم. بعد من که از کاری که موقع میکردم بهشون گفت مخابرات نزدیک اداره ما بود. خب اون موقع صفحه مخابرات 2 کیلومتر 3 کیلومتر سرباز بنده خدا اومدن جوانای مردم، 2-3 کیلومتر صف بود هم اون طرف هم این طرف. وقت توی مخابرات دو ردیف از این باجه ها بود که میرفتن، یکی دست راست یکی دست چپ. اون دست راستی ما اونوری بود، دست چپ ما اینوری بود. اینا حق داشتن تو کابین میرن 3 دفعه 0 رو بگیرن، اگه نگرفت باید بیان بیرون نفر بعد، چون نمیشد، گرم بود، سخت بود. بعد من همیشه 5-6 میشه بعضی میشه که سرم خرد شد، این مستخدم میفرستم گفتم برو برده بیار 30-40 نفر نارو بیار، 30-40 نفر از اون می آورد، دفعه میداد توی ساختمون کولردار پذیرایی میکردیم ازشون. البته پذیرایی موقع ما چیز دولت نوازی کارا نمیکردم. خلاصه میشه اصلا باورش نمیشد. یه خط افیکس تهران داشتم، افیکس تهران مستقیم با تیمستان صحبت بود، دو سه خط معمولی هم برای چیز داشتیم بستان خوزستان. بودم شهرستانی بیان با این زنگ بزنن. خلاصه آقا اینا باورشون نمیشد که چند ساعت با صف و تو بشون نوبت. بعد اینا کارش، بعد اینم گزارش کردم تهران که آقا این کارو میکنه. بعد اینا فکر کردم پول میگیرم از اینها. بعد میگه خلاصه تو سرما لباس سربازان چند نفر کردی فرستادن اونجا که مثلا بهت پول بدن، تو گفتی که آقا بریم پی کار تو. حتی بعد یکیشون بهت گفته ما بهش گفتیم از پول نیاز دارم، بهش پولم داده بودی، از اون کشو میزد پولم داده بودی بهشون. گفتیم خب من همش میگفت تو این چند سال تو فیلم تو مال چی هستی، چی کار میخوای، چه که اصلا من مونده بودیم. من تا می کلیپ آخرت رو گوش کردم مونده بودم تو قضايا، تو چه چیزی، چه هدفی رو دنبال میکنی و چه کار میخوای، تو مال چی هستی. بعد اول صحبتش گفتش که من کار به دیگران ندارم، قسم جور بچه‌هاش، قسم خدا، پیغمبر، قرآن رو خورد،
که من هدفم از زمانی که اومدم توی تشکیلات این بود که به کشور خدمت کنم. برای آبادی کشور، اسلام، شیعه و برای اینا کار بکنم. گفتم موفق شدی؟ گفت خب نه. گفتم آیا از شما میتونید از شاه بهتر آباد کنید؟ گفت نه. گفتم شما از شاه بهتر میتونید دین نگه دارید؟ گفت نه. گفتم از شاه برای جوانا بیشتر بود؟ گفت ما میخواستیم با فساد مبارزه کنیم. شما مبارزه کردیم؟ گفت نه، همش کار منفی شد. گفتم هیچ وقت فکر نکردی که شماها رو آوردن برای تخریب ایران؟ چون که برقرار بود. الان فساد داریم یا اون موقع داشتیم؟ گفت الان داریم. گفتم الان دین مورد احترام اون زمان بود؟ گفت نه، اون زمان بود. گفتم الان ایران آباده اون زمان؟ گفت خب اون زمان. گفتم پس فکر نکردی با خودت که شما رو آوردن برای تخریب کشور، برای خرابکاری؟ تو که اونجا مأمور اطلاعات بودی، خیلی خبر دیگه هم داری از اونجا قطعا، که بر نسل‌کشی، برای خیلی اتفاقات. آخه من رفتم اونجا، اولین گزارش واسه من داده بود، من تو صحبت کرده بود، برام گفت حالا اینجا نوشتم، گفتش که صحبت کرده یه جا نشسته بودی گفتی که این جنگ بازیه، برنده نداره. سه روز بعد رفتم واقعا همین بود، من زود فهمیدم این جنگ بازیه و برنده هم نداره، چون مشخص بود چیز بازی میکنم، موش و گربه بازی میکنم. توجه کردید؟ گفت الان که حرفات فکر می‌کنم، بعد تا این کلیپ گذاشت وظیفه که من به وظیفه‌م عمل می‌کنم، تازه فهمیدم تو دنبال وظیفه هستی و من اینو نفهمیدم در 30 چند سالی که شما از اونجا اومدید بعد من اومدم. و این روز آخری که داشتم تأسیس می‌کردم چه خیالم نمیره، یه روز دفتر بودم، دیدم یه آقای اومد، و واسه دنبال کار، سوادم خوب نداشت. گفتم چند سال آیره داری؟ گفت 11 تا. گفت پدر مادر خودم هست، مادر خانمم هست و هفتشتم بچه دارم. دیدم چه کاری بخوام بیه بدم که مثلا ماهی 2000 تومن. گفتم برو آشپزخونه کار کن. فرستم آشپزخونه کار کرد و به آشپزم سپردم. گفتم هر وقت که غذا رو کشتم باشه بیر هرچی غذا میده خونه شده دارید شکم بچه هزم باشه سیر بکنه. ببینید دوستان، من اینو گذاشتم تو آشپزخونه. روزی که من داشتم تحصیل حساب میکردم هنوز ساعت 11 نشده، حکم اخراجی رو نوشتن. خوب دقت، یه شخص بنام نجاریان یا نجارزاده، هیچ وقت یادم نمیره، مسئول تدارکات بود. بعد من داشتم میرفتم سویچ ماشین تعمیر بدم، یه ماشین پیکان دستم بود. بعد گفت آقا، به من گفت آقا چی نوشته؟ گفت الان برمیگردم. رفتم سویچ تحویل بدم و چیزی بگیرم، برای تصفیه‌مون بگیرم. اومدم کنار دیوار نشسته و چور دوشم نگاه کردم، انگار 30 سال مرده. تو این برگه نوشته شده بود که تو اخراجی، بیش گفت تو اخراجی. همونجا در جا سکته کرد و مرد. این نظام پایه‌هاش اینجوری، اون افراد همین. البته نجاری و نجاری همه اینها بدون استثنا هر کدوم به یک فلاکت و بدبختی و ذلتی افتادند. هر کدومشون حساب کنی موندن. و بعد میر آقا گفتم که شما هیچ وقت نفهمیدی وجدان کاری یعنی چی، انسانی یعنی چی، شرف یعنی چی، نفتونست یاد بگید، چون امام دستور میداد. گفت میشه از یه خواهش بکنم؟ گفتم چی؟ گفت دیگه سعی کن به امام کمتر خوشید. گفتم آخه به چی بگم آخه بهش؟ همه بدبختی او سر تو، هنوز توی فاز امامت هستی؟ فلان فلان امامت. گفتم نگوی حرفو، تو هنوز عقلت کامل نیست، تو هنوز مشکل داری، تو تا باور نکنی باعث بدبختی و فتنه همش اون امامت بوده و ایادیش. گفت نه آخه اینجوری. گفتم اصلا دفاعش نکن. من خیلی ها من گفتم به خمینی توهین نکن، ولی من توهین نکنم چیکار کنم؟ من تونستم با توهین به خمینی ترس مردم بریزم. تابو این شیاد، این دجال، این شیطان، این دیو عالم آدم رو بشکنم. اگه بهش توهین نمیکردم مردم من گفتن چی هست؟ تمومه، من نمیتونم. من وظیفه‌م یک از این است که اولین قدم میخواستم بردم توی پای کلیپان نشستم و صحبت کردم یا سامان پالتا اینا، این بود که ترس مردم از حکومت بریزه، چون اند جنایت رو کرده. بعد گفت که ما گزارش کردیم که قطعا میخواد نماینده مجلس بشه و داره این کارا رو میکنه. تا زمانی که نزدیک انتخابات شد، بعد ما خودمون بچه‌هامون دور جمع شدیم و فلان، آقا شما بیا کاندید بشو فلان. اصلا قیافش هم یاد داره میاد، اسمش گفت اسمم جلیل یا جلاله، ولی گفتم من گفت چند تا اسم مستعار داشتم که جلال روش جلیل بود. دور ما جمع شدن که آقا شما کاندید شما تمام شهر شرکا شما رو قبول دارن فلان. گفتم من میام کاندید مجلس بشم. گفتم آقا من حقوق خوندم، من از قانون گذاری سرم میشه. گفت ای آقا، ما گفتیم تو کاندید میشی، ما در پروبال تو گفتم اون که بدتر، من اصلا مجلس سرم چیزی نمیشه، چیزی نمیدونم. بعد فهمیدم که اصلا قرار نیست کسی چیز سرش بشه به اونجا. امیدوارم بتونم تمامش کنم تا چند دقیقه دیگه. اینا
حالا این خاطر از آقای زنگنه برای دوستان بگم، آدم با مزه بود. آها، من قبل از انقلاب، قبل از انقلاب چه هستم؟ قبل توتمنگی من رفتم آبادان و خرمشهر. اصلا انگار وارد یک دنیای دیگه می شدیم. ماشین هشت سیلند، ماشین شیک، خیابون تمیز، خونه‌های لوکس، مرتب، یک نظم انضباطی بود. بعد این بود که آبادانی اگه میمدن شهر دیگه مثلا میگفتن آقا شهر ما اینجوری ماشین اینجوری، همه گفتن بلوف میزنه. ولی بلوف نبود، واقعیتی بود. من دور خورش آبادان قبل از این تو تنگی دیده بودم. مردم اهواز و شاطر مردم های کره زمین بودن. و چی میخواستم بگم یادم رفت. خیلی خب، حالا جیبا تاسفانه پیری از آره بشری. چیز خیلی تازی بود میخواستم بگم یادم نمیاد تاسفانه همه چوکش کردم. خب این آقا بهش گفتم من باید یه شب حالش ندارم و اصلا برمی ندارم، ولی کلیپو خواهم گذاشت و تو بدونی که وظیفه داشتن یعنی چی. من در قبال مردمم، در قبال کشورم، اگه اونجا خوزستان بودم تو اون گرما تو اون وز به خاطر یه قدم بردارم، اگه یه روز روزگاری بخواد خدا من توی حساب کتاب میشه حساب کتاب بکنه، اگه دنیایی باشه خوزستان من نمره هام 19 توش نداره، همش 20ه. خیلی کار دیگه کردم که یا گفتی آدم افتاد اون خارج از این بحث هست. خیلی کار دیگه کردم. من جمله من 3000 نفر اونجا استخدام کردم. به اداره نامه نوشتم، چون اون موقع میرسن گفته بود که چیز نکنید. میرسن گفته بود که به اصطلاح چی بهش میگن؟ استخدام رسمی نداریم. خب اینا میتونه استخدام کنه، نیرو نیاز داشتن. میمرد، بازنشست میشد. بعد من به تمام اداره نامه نوشتم که آقا هر کی نیرو میخواد واسه من نامه بنویسه، من نیرو بهشون میدم. بعد من نیرو حدود 3000 نفر بودن. هم 100 تا 100 تا میمدن باشون کلاس میشن. میگفتم شما اونجا از اونها امضا بگیرید که کار کرد در طول ما، بیت حقوقش از اینجا بگیرید. اما چون دیوان عالی محاسبات هم نداشتیم، یعنی خلاحت خود دست باز بود. بعد ولی بی کاری بکن، چه کاری یاد بگیرید که وقتی بخوان شما بیرون کنن نتونه بیرون کنن. من یک باغبون ندم، یک چیز نه، همه کار اداری و نمیدونم چیز کاری که میکردن. و از اون 3000 نفر 2700 نفر رو موندگار شدن، بعد استخدام شدن تو همونجا، موندن تو همونجا. و این یعنی زندگی. ما 3000 تا میدونی یعنی چی تو خوزستان، کسی که 300 تا تکتر حقوق میگرفتن و این یعنی زندگی و این یکی نگین شاهکار. بعد از سوای مسائل که من بچه اونجا آموزش میکنم، بچه کلاس آموزش کرده بودم، حدود 3000 خورده نفرم سطح استاد کشور فرستادم، مراکز آموزش فنی حرفه‌ای فرستادم، صبحونه آشامشون میدادیم اونجا این چیزی یاد بگیرن، از این خمودگی در بیان، از این وضعی باشه ایجاد کردن در بیان. من یه روزی آقای اومد تو اتاقم کفش گرفت دستی واسطه گفت کفشت پات کن. بعد گفت آقا، گفتم من مرد مؤمن، تو بچه آبادان هستی، من مطمئنم قبل از این جنگ، قبل از ساختن این جنگ به دست این آقایون بوده، تو 100 تومن می‌خواید آزاد می‌گی. گفت برای آقا من تاجر فرش بودم ولی اینقدر سرم زدن اینجوری شده. گفتم کفش پات رو صاف وایسه شده، وایسه خواستت بگو، تو حقته. ولی اینقدر تحقیر کرده بودن، اینقدر تو سرینا زده بودن، اینقدر ذلیل کرده بودن که اینها دیگه کاملا اعتماد نفسشون از دست داده بودن. خب دیگه چیزی یادم نیست، چیزی یادم بود که متأسفانه از ذهنم پرید. خلاصه آقا به جوابش رسیده بود و خوشحال بود که من دنبال چی هستم. بعد فهمیدم دنبال هیچی نیستم، دنبال خدمت هستم. هیچ چیز بیشتر از خدمت به من لذت نمیداد. خب عزیزان، ایامتون به کام، روزگارتون خوش. این کلیپ خسته کننده است یه خورده شاید، ولی خب چیزی که هست برای به درد یک عده‌ای خواهد خورد. خدا نگهدار.